درود بر شما همراهان عزیز. هفته گذشته به دلیل کسالتی که برام پیش اومده بود موفق نشدم در خدمتتون باشم، ولی این هفته با خبرهای هفته گذشته و صحبتی که برای این هفته دارم در خدمتتونم. هفته گذشته که همزمان با سال روز حمله به منزل آقای بوجهری و دستگیری ایشون و یارانشون بود که به 11 سال حبس ایشون منتهی شده بود، برنامه های کمپین ایشون تدارک دیده بود که از جمله اونها برپایی و برگزاری طوفان توییتری بود که خیلی موفقیت آمیز بود و همراهان و همفکران ایشون در صحنه بین‌المللی با هشتگی که میگفت در از بروژردی صدای بی صدایان در توییتر پیام ها، صحبت ها و گوشه ای از افکار عقاید ایشون رو به نمایش گذاشتند و در این طوفان هشتگش داغ شد که متاسفانه خیلی از خبرگزاری ها حاضر نشدن این رو انعکاس بدن و هشتگ های دیگر رو بررسی کردن، در حالی که این هشتگ در اون شب نیمه مهر ماه و به اصطلاح روز معلم هشتگ داغ بود و کاملا مشخص است که الان در تصاویرم میبینی که بسیاری از کاربران که عمدتاً هم از ایران بودند با دور زدن فیلترینگ، با زحمت زیاد، دادن هزینه زیاد اومده بودند و همراهی خودشون رو اعلام کرده بودند که متاسفانه و در کمال حیرت خب خیلی از عزیزان ما در خارج از کشور به خصوص خبرگزاری ها همچنان ما رو در بایکوت گذاشتن و اینو نگفتن. برای همین من وظیفه خودم دونستم هم تشکر بکنم از کسانی که اینقدر هزینه دادن و اومدن و شرکت کردن، هم اینکه اعلام بکنم که این اتفاق افتاده و بایکوتی که در مورد آقای بوجهری و همراهانشون وجود داره در صحنه بین‌المللی و رسانه‌ای اجازه پخش این حقایق رو نداد و وظیفه ماست که به اطلاعتون برسونیم. و اما این هفته اتفاقی که افتاد چی بود؟ که تلفنی که آقای بروژردی به هر حال تهیه کردن که بتونن تدریس های آنلاین خودشون رو یا به صورت تلفنی ضبط میشه و از حصر خودشون تنها وسیله ارتباطی ایشون با شاگردانشون و علاقمندان به تدریس های ایشون هست رو به اصطلاح هستش، مخابرات قطع کرده بود و همچنین همزمان به سایت های ایشون از جمله سایت پادکست اکو پادکست که در اصل حلقه های مفقوده و برنامه های ترک معادلات تکراری که از تدریس های ایشون هست و تهیه میشه در اونجا قرار داده میشه رو با حملات سایبری بسیج سایبری حکومت به هر حال انقدر تلاش کرده بود که در دست بگیره، ولی خوشبختانه البته موفق نشده بود، منتها آسیب زده بود به سرورها و هم خیلی از این سایت ها رو دچار اشکال کرده بود که حالا بعضا تعمیر شده و بقیه هم در دست تعمیر هست که امیدوارم به زودی در به هر حال بالا بیاد این سایت ها و علاقه مندان بتونن دسترسی داشته باشن. به هر حال این خبرها باعث شد که من این هفته هم بیام شما اعلام کنم، هم این رو بیشتر بیام در موردش صحبت بکنم که آیا به چه دلیل هستش که با ایشون این رفتار رو میکنن، آیا چه قصدی داره حکومت که فقط با تدریس هایی که عموماً هم یعنی میتونیم بگیم همه اونها مستند هستن به اسناد و مستندات دینی که در همین کتاب هایی که داخل ایران الان داره منتشر میشه هم تایید شده و هست و از جای عجیبی نیومده و همونا رو فقط بررسی میکنن در تدریس هاشون، از این تلفنشون به عنوان سیاسی استفاده نمیکنن، هیچ حرفی نمیزنن، یعنی حتی یک قرائت دیگه، حتی یک بررسی و پژوهش در مورد اسناد دینی رو رژیم نمیتونه برتابه و اون رو برخلاف امنیت خودش تصور میکنه. وقتی مراجعه میکنن میگن تلفنمون وصل نیست، مخابرات اینو ارجاع میدن به مقامات بالاتر، یا اینکه بعد گفته میشه که نمیدونم بیاین تعهد بدین و از اینجور حرفای عجیب و غریب که خب یه تلفن هست، هزینه هم اگر هست داره پرداخت میشه مثل همه مردم، چرا این یه تلفن رو هم شما نمیتونید ببینید؟ ایشون که با شاگردانشون دیدار ندارن، کلاس ندارن، شما حمله میکنید مرتب و این کلاس ها رو نابود میکنید و ایشون نمیخوان مردم به درد سر بیفتن، تلاش هم نمیکنن.
ولی از داخل حصر خودشون تدریس هاشون رو به صورت صوتی بیرون میدن و مردم میخوان بشنون میشنون. اونا هم همش حالت بررسی کتب آثار دینی هست. چطور این یکی رو هم نمیتونن و میخوان ایشون رو کاملا منزوی بکنن و از جامعه و شاگرداشون جدا بکنن. اینا خودش نشون میده که خط فکری ایشون لابد و نظر حکومت یک کار امنیتیه و ریشه های یک استبداد دینی رو داره نشونه میگیره. آیا اینطور نیست؟ و رو به کسانی دارم که میکنم و این حرف رو میزنم که حکومت خوب میدونه خطر از کجاست و بیشترین کسی که قدر کارای ایشون رو میدونه مثل اینه که حکومت هست و افراد و عزیزانی که دارن کار میکنن برخلاف به هر حال راهی که مردم رو داره تحت فشار قرار میده و دلشون میخواد به مردم کمک بکنن و این شعار رو میدن، حواسشون نیست که کار و کمپینی که ایشون داره انجام میده چه ارزشی داره و چه سطح و عمقی میتونه داشته باشه، مساحتی و عمقی میتونه داشته باشه در ایران و تأثیرش چگونه میتونه باشه و احساس خطر رژیم از حتی کلاس‌های خیلی معمولی ایشون این رو خیلی خوب میتونه نشون بده اگر کسی قصد کمک داشته باشه، اگر کسی ببینه جریانات رو قشنگ ببینه و حتی شم خوب سیاسی داشته باشه میتونه اینها رو ردیابی بکنه به این شکل. به هر حال ولی میبینیم که متاسفانه به جای حمایت و دادن تریبون به کسی که داره کارهای ریشه‌ای و اساسی میکنه، ایشون در بایکوت قرار میدن، در حالی که خب این خیلی غیر منصفانه هست بعد از اون همه هزینه‌ای که ایشون دادن و تلاش هایی که کردن و این شجاعتی که دارن نشون میدن و لب شمشیر دارن راه میرن رو ندیده میگیرن. نشون میده به هر حال اندیشیدن به این شکل و ایجاد دیالوگ چقدر میتونه مؤثر و مفید باشه. و باز یه چیز دیگه ای که نشون میده اینه که ملایان حکومتی، دین پژوهان، مدرسان، هرچی که میخوان اسمشو بذارن، این همه زیاد هم هستن، بودجه مصرف میکنن در کشور، اما نمیتونن یک مناظره و یک مقابله علمی با ایشون بکنن. به جای اون رژیم میاد به این اقدامات حذفی و یا گاهی هم دیده شده اقدامات دیگه مثل خبرهایی که بهتون گفتم تخریبی دست میزنه به جای مناظره علمی و این باز هم یک جور افشای ماهیت هست و افشای این که چگونه حتی در نظر علمی در مقابل آقای بوجهدی عاجز هستن. این همه معلم مدرس در حوزه های علمیه با بودجه این کشور دارن روش میکنن و زندگی میکنن، تدریس و تحقیق میکنن، دیده نمیشه که بیان بتونن پاسخ به اصطلاح مطالعات و تحقیقات و سوالاتی که ایشون مطرح میکنه رو بدن و به این شیوه دست میزن. به هر حال برای اون دسته عزیزانی هم که برای ما نامه نوشتن یا در کامنت ها گذاشتن که فکر میکنن کاری که داره انجام میشه ممکنه اولویت نباشه، این جای تأمل هست و ازشون میخوام که در موردش فکر بکنن. به دلیل اینکه اگر ما داریم این صحبت ها رو میکنیم از روی سیری و دلخوشی نیست، میدونیم مردم گرسنن، مردم بیچارن، مردم ندارن، 1010 مشکلات دارن، اما ما هم همزمان همراه همه عزیزان دیگه که الان در خارج از کشور و حتی داخل کشور فعالیت میکنن برای انسان ها و حقوق اونها کار کردیم و میکنیم. اما ما به اینجا رسیدیم که نیاز هست حتی اگر شده یک نفر هم باشه ریشه ای تر کار بشه و ببینیم علت و سبب همه این مشکلات چیه. راه اول و خشت اول رو وقتی کج بگذاشته بشه هست این هستش که نتیجه تا آخر کج میره و به اینجا میرسیم. حتی اگر به نظر بعضی اولویت اول نباشه ولی خیلی اساسیه که در این موردها فکر بشه. اون خدایی که معرفی شده غلط بوده، اون راهی که معرفی شده غلط بوده، عدالت اشتباه تعریف شده که ما به اینجا رسیدیم، بی عدالتی هایی که مثلث سیاست، دیانت و بعضی از دانشمندانی که با استفاده از علمشون در خدمت سیاست مدار قرار میگیرن به وسیله یک مثلث دیگه زر زور تزویر که ساخته شده مردم رو در این چندگانه های خودشون اسیر کردن و این شده نتیجه کار اونها. با سپاس از اینکه توجه کردید به این برنامه،
تا برنامه آینده، بدرود.